سرخط خبران. اولین قربانی یکی از گونه های جدید کرونا در ایران. ملبورن استرالیا با شناسایی اولین مورد ابتلا به ویروس جهش یافته قرنطینه شد. طولانی شدن وقفه مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت میگوید این هیئت مشروعیت جنگ را از طالبان گرفته. هشدار درباره پیامدهای انسانی جنگ در یمن. سازمان ملل میگوید 400 هزار کودک به علت سوء تغذیه در آستانه مرگ هستند. Hi, how you doing? You're right. I'm good, thanks. How are you? و عشق سالهای کرونا، دوستیابی مجازی در دوران همگیری رایج‌تر شده. سلام شما، عصرتون بخیر. خوش اومدید به این بخش خبری جمعه 24 بهمن برابر با 12 فوریه از تلویزیون فارسی بی بی سی با من پریزاد نوبخت. دولت ایران میگوید که در حال بررسی واردات دو واکسن باهاراک بایوتک هند و سینوفارم چین است. همزمان شمار کل مبتلا شدگان در ایران بر اساس آمار رسمی از مرز 1.5 میلیون نفر گذشته و اولین مورد مرگ ناشی از یکی از سویه های جدید ویروس کرونا هم در ایران گزارش شده. ویروس جهش یافته به استرالیا هم رسیده و حالا باعث شده که شهر ملبورن 5 روز قرنطینه شود و مسابقات تنیس اوپن استرالیا بی تماشاچی بماند. شیدا هوشمند گزارش می‌دهد. ملبورن 5 روز به قرنطینه می‌رود، چون اینجا در یکی از هتل‌های ویژه قرنطینه یک مورد ابتلا به ویروس جهش یافته پیدا شده. بازی‌های تنیس اما برگزار می‌شود بدون هورا و سوت تماشاچیان. اگر همه چیز خوب پیش برود، تماشاچیان برای بازی‌های فینال برمی‌گردند. خیلی ناراحت کننده است که نمیتونیم بازی ها رو تماشا کنیم، اما دست کم امروز موفق شدیم. به هر حال باید امیدوار باشیم. جای امیدواری هم وجود دارد، چون حالا شماری از پزشکان و دانشمندان به این نتیجه رسیدند که داروی توسیلیزوماب که برای درمان آرتروز به کار می‌رود می‌تواند در ترکیب با یک نوع استروئید جان بعضی از مبتلایان بدحال را از مرگ نجات دهد. این شیوه درمان هم اکنون در بعضی از بیمارستان‌های بریتانیا اجرا می‌شود. واکسن هم دلیل دیگر برای امیدواری است، هرچند هنوز اطلاعات کافی وجود ندارد که الزاماً مسئولیت قطعی و جمعی در برابر ویروس ایجاد می‌کند. نمی‌تونیم بگیم که کسی که واکسینه میشه ناقل ویروس نیست. اگه شواهد و مدارکی در تایید این موضوع پیدا کنیم، اتفاق بزرگیه و بعد از اون سفر در سراسر جهان ممکن میشه. اما در حال حاضر هنوز این موضوع قطعی نشده. در ایران بعد از محموله های اول و دوم واکسن روسی اسپوتنیک وی، محموله سومی هم در راه است که به گفته سفیر ایران در مسکو 30 اسفند به ایران میرسد. دولت میگوید 2 میلیون دوز واکسن روسی وارد میکند. واحد اطلاعات اکونومیست پیش بینی می‌کند که ایران تا اواخر سال 2022، یعنی تقریباً 2 سال دیگر، می‌تواند تمام جمعیتش را واکسینه کند. البته این برآوردها می‌تواند با تغییر سرعت خرید واکسن عوض شود. وزارت بهداشت حالا می‌گوید واردات دو واکسن بهارات بیوتک هند و سینوفارم چین را بررسی می‌کند. سینوفارم واکسن چینی است که امارات قرار است خط تولیدش را در خاک خود راه اندازی کند. جنگ ویروس با انسان اما در جبهه دیگری هم در جریان است. دانشگاه علوم پزشکی قزوین به تازگی از ثبت نخستین مرگ بر اثر یکی از انواع جهش یافته ویروس خبر داده، درست بیخ گوش تهران. این همان نوعی از ویروس است که در بریتانیا شایع شده. با این اوصاف به نظر می رسد که رعایت پروتکل‌های بهداشتی هنوز مهمترین روش محافظت در برابر ویروس است. بنابر اعلام مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا، پوشیدن دو ماسک امکان ابتلای افراد تا بیش از 90% را کاهش می‌دهد. پس در نبود واکسن و جهش پیاپی ویروس، فعلا ماسک استاندارد و دولایه تنها سپر مؤثر دفاع انسان در برابر ویروس است. شیدا هوشمندی، بی بی سی. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه. 3 کشور اروپایی عضو برجام تولید اورانیوم فلزی از سوی ایران را نقض برجام خواندند و خواستار توقف فوری آن شدند.
بریتانیا، آلمان و فرانسه گفتند تولید اورانیوم فلزی هیچ توجیه غیر نظامی ندارد و ایران را به تضعیف تلاش‌های دیپلماتیک برای نجات توافق هسته‌ای متهم کردند. آمان از احیای برجام استقبال کرده و میگوید آماده است بین ایران و آمریکا میانجیگری کند. وزیر خارجه آمان در یک سخنرانی برای شورای آتلانتیک همچنین گفته کشورش به داشتن همین سطح از روابط با اسرائیل راضی است. آمان هرچند روابط رسمی با اسرائیل ندارد، اما جزو معدود کشورهای عرب است که 3 سال پیش میزبان نخست وزیر اسرائیل بود. برخی کشورهای همسایه آمان از جمله بحرین و امارات متحده عربی اخیراً روابط رسمی و دیپلماتیک با اسرائیل برقرار کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران در نامه‌ای به حسن روحانی به ایجاد محدودیت برای برگزاری مراسم سالگرد انقلاب در نزدیکی خانه‌اش اعتراض کرده. او در این نامه خواستار برخورد قاطع با عوامل حادثه و اعلام عمومی نتیجه شده. آقای احمدی نژاد در این نامه همچنین از سرکوب مردم در مقاطع مختلف از جمله آبان پارسال انتقاد کرده. روز 22 بهمن عده‌ای از هواداران آقای احمدی نژاد در نزدیکی خانه او در محله نارمک تهران تجمع کردند. در پی محکومیت یک دیپلمات ایرانی در بلژیک، بیش از 100 عضو مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را امضا کرده و از دولت آمریکا و سایر کشورها خواستند جلوی آنچه را که اقدامات شرورانه حکومت ایران خواندند بگیرد. این نمایندگان همچنین نوشتند که در کنار مردم ایران ایستادند و حقوقشان در مبارزه برای ایجاد یک جمهوری دموکراتیک، سکولار و غیر اتمی در ایران را به رسمیت می‌شناسند. همکارم بهمن کلباسی از نیویورک با ماست. بهمن، کمی بیشتر از جزئیات این قطعنامه برامون توضیح بده. برای بازگشت به برجام و آغاز یک گفتگوی دیپلماتیک با ایران برای حل مشکلات رو داریم می‌بینیم. طبیعی است که در پیش از شکل از مختون هستن سعی کنن برایش تاثیر بذارن، کسایی که موافقش هستن سعی کنن آقای بایدن و تیمش راضی کنن. صرف انواع احرام هایی که دارن استفاده میکنن برای این تاثیر گذاری. طبیعتا نمایندگان مجلس هم، مجلس نمایندگان هم یکی از اون احرام هاست. از میان این صد و خورده ای که امضا کردن این نامه رو، که البته پیشنویس یک قطعنامه است، الزاما هم ممکن است که به صحن مجلس و تصویب هم نشه، ولی به هر حال 20 تا 25 نفرشون تا آقای بایدن محدود به جمهورخواهان نیست، بلکه در میان حزب دموکرات هم کسانی هست که معتقدن نباید برگشت به برجام به اون شکل سابقش و باید دولت آمریکا همچنان تلاش بکنه که رفتار حکومتی رو در حد تغییر بده. و البته گروه های مثل مجاهدین خلق هم اینجا در جمع امضا مؤثر بودن، تاثیر داشتن، به خصوص در میان جمهوری خواهان که بینشون طرفدارانی دارن. ممنونم از همکارم بهمن کلباسی از نیویورک و عذرخواهی میکنم که خط ارتباطی ما با بهمن مشکل داشت. معذرت خواهی میکنم. در حالی که مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر مدتی است متوقف شده، رسول طالب، یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت، گفته این هیئت مشروعیت جنگ را از طالبان گرفته. همزمان محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان، گفته پیش از تکمیل روند مبادله زندانیان بین دولت و طالبان، سلمان خلیزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، مقام‌های دولتی را تهدید کرده بود که اگر زندانیان عضو طالبان رها نشوند، خشونت‌ها بیشتر خواهد شد. همکارم ضیا شهریار از لندن با ماست. ضیا، این اظهارات آقای خلیزاد در یک جلسه مطرح شده بود که 7 ماه پیش برگزار شده. چرا الان ازش مطلع میشیم و بقیه گفته‌های آقای دانش مشخصاً چی بوده؟ آقای سرور دانش امروز در یک نشست صحبت میکرد در مورد مذاکرات صلح به صورت عموم و اینکه خشونت‌ها در افغانستان بسیار زیاد شده، انتقادها و صحبت‌های زیاد در این روزا وجود داره که بالاخره خب این مذاکرات نتیجه‌اش چی بوده برای مردم افغانستان. 6 ماه است که دوام داره و آقای دانش با استفاده از فرصت یک موضوع نسبتاً پشت پرده را فاش ساختین که زلمه خلیزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، فشار زیاده برای رهایی زندانیان طالبان وارد کرد
چون دولت افغانستان زیر فشار است، زیر فشار از آن عمومی است که توضیح بده که خب 5000 زندانی را که آزاد ساخته، بالاخره نتیجهش برای وضعیت افغانستان چی بوده. و آقای دانش توضیح داد که در حقیقت ای آزادی زندانی ها زیر فشار آمریکا بوده و تا حدی که زلمای خلیلزاد در حضور رهبرای سیاسی افغانستان تهدید کرد که اگر این زندانی آزاد نشه خشونت ها به صورت بی سابقه در افغانستان زیاد خواهد شد. و صحبت های دیگه آقای دانشی بود که خب بالاخره این تعهده که در حقیقت چیزی که آقای خلیلزاد برای رهبرای افغانستان میگفت بود که شما این زندانی ها را آزاد کنین موجب کاهش خشونت در افغانستان میشه، مذاکرات موجب کاهش خشونت در افغانستان میشه. و با آقای دانش میگفت که خب این تعهده که نماینده آمریکا برای افغانستان داده بود تعهد چی شد، نتیجهش بالاخره میبینیم که خشونت ها بالا گرفته و طالبا به هیچ صورت به تعهداتی که داده بودن پابند نیستن، خشونت ها را حملات خود زیاد ساختن، مذاکرات نتیجه برای وضعیت افغانستان نداشته و در حقیقت یک نوع پیام برای اداره جدید آمریکا از طرف دولت افغانستان که میدونیم که خب در گذشته آنچه که ترامپ آقای ترامپ آن تحمیل شده بر دولت افغانستان انجام میداد را در حقیقت راضی نبود دولت افغانستان، ولی خب به هر حال میپذیرفتند. و حالا میخواین بگویند که آقای بایدن باید پالیسی خود تغییر بده، سیاست خود تغییر بده و این مذاکرات آزادی زندانی ها با طالبا برای زندانی طالبا نتیجه مطلوب نداشته. مذاکرات صلح در دوحه هم پیشرفتی نداشته و شاهد این هستیم که بعضی از کسانی که مذاکره کننده بودند برگشتن به کابل. دقیق است. در روزهای اخیر آقای عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه گفت که طالبان از میز مذاکره رفتن، در حال مسافرت است نمایندهشون به چهار طرف کشورهای همسایه افغانستان و حاضر نیستن دور دوم مذاکرات را شروع کنند. دور دوم مذاکرات باید تا بال شروع میشد، نماینده های افغانستان رفته بودن به دوحه. به همین دلیل شمار از نماینده های دولت افغانستان برگشتن به کابل و از جمله رسول طالب امروز در نشست در کابل گفت که ما در حد مشروعیت جنگ از طالبا گرفتیم، میخواستیم که با طالبا در مورد ازی بحث بکنیم که خب حالا که شما با امریکایی ها توافقنامه امضا کردین، از نظر شریعت اسلامی که شما تاکید زیاد روش دارین، ادامه جنگ با نیروهای افغانستان با مردم افغانستان به چی معنا است؟ و او میگفت که طالبا حاضر نبودن به این مورد صحبت کنن، به این دلیل فعلا میز مذاکره ترک کردن. ولی ما میدانیم که طالبا منتظر هستند که بالاخره دولت جدید آمریکا تصمیمش در مورد توافقنامه دوحه چی میشه. متشکرم از توضیحات همکارم زیا شهریار با ما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. یکی از گونه‌های جدید کرونا در ایران قربانی گرفت و در استرالیا باعث قرنطینه 5 روزه شهر ملبورن شد. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان می‌گوید این هیئت مشروعیت جنگ را از طالبان گرفته. در ادامه این برنامه. Hi, how you doing? You're right. I'm good, thanks. How are you? عشق سال‌های کرونا. سازمان ملل اعلام کرده نزدیک به 2.5 میلیون کودک در یمن نیازمند کمک‌های فوری غذایی هستند. اگر این کمک‌ها نرسد، نزدیک به 500,000 نفر از آنها به کام مرگ فرو می‌روند. کودکان قربانیان اصلی جنگ 6 ساله یمن هستند و سال گذشته میلادی بدترین سال برای آنها بود. حالا اما کورسوی امیدی برای پایان جنگ دیده می‌شود. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد با این هشدار که بعضی از این تصاویر می‌تونه برای شما ناراحت کننده باشه. کودکش را به یک مرکز معاینه و توزیع غذا آورده. دختری 1.5 ساله که ماهاست دچار سوء تغذیه است. با خوردن اندکی غذا آرام می شود. دیدن این شرایط برای یک مادر آسان نیست. ما روزی 1 وعده غذا می خوریم. شاید هم 2 وعده. ولی من و همسرم اغلب نمی خوریم تا بچه هامون یه ذره غذا داشته باشن. سوء تغذیه رشد جسمی و فکری کودک را مختل می کند. اتفاقی که بنا به برآورد سازمان ملل برای 2.5 میلیون کودک یمنی زیر 5 سال افتاده. گام اول برای جلوگیری از سوء تغذیه سلامت و شیر مادر است. اما بیش از 1 میلیون نفر از مادران یمنی خود دچار سوء تغذیه شدید هستند.
کودکانی که امروز در یمن به دنیا می آیند جزو تیره بخترین های دنیا هستند. اگر می توانید به این تصاویر نگاه کنید تا عمق یک فاجعه انسانی را ببینید. غذای لازم به این پسر بچه نرسیده. این چهره امروز یمن است. اینا نشون میده که مردم یمن دیگه تحمل جنگ و درگیری رو ندارن. نمیتونن شکم خانواده‌شون رو سیر کنن مگه اینکه کمک‌های گسترده‌ای هر ماه وارد این کشور بشه. برنامه جهانی غذا 13 میلیون نفر رو زیر حمایت گرفته. ولی جنگ باید تموم بشه تا ما بتونیم به مردم یمن کمک کنیم و این آمار وحشتناک کم بشه. اشاره این مقام سازمان ملل به 400 هزار کودک یمنی است که به خاطر گرسنگی در آستانه مرگ قرار دارند. پایان جنگ در یمن یکی از بهترین اتفاقاتی است که میتواند برای بشریت بیفتد. اما طرف‌های درگیر باید احساس کنند به نفع آنهاست که اسلحه ها را بر زمین بگذارند. یمن فقط عرصه جنگ نیابتی و دورادور ایران و عربستان نیست. هرچند اخیراً با دولتی جدید در آمریکا گام‌های تازه برای صلح برداشته شده. جنگ یمن چندین بازیگر دارد. اگر یک روز مقصران ادامه جنگ در یمن کودک خود را در این روز و حال می دیدند، جنگ 6 ساله یمن خیلی زودتر از اینها پایان یافته بود. سیاوش اردلان، BBC. در سومین روز محاکمه دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا، دموکرات‌ها با استناد به اسناد FBI و اعترافات عاملان حمله به کنگره گفتند که آقای ترامپ نه تنها در مواضع قبلی خود از خشونت و خشونت طلبی حمایت کرده که محرک حمله به کنگره هم بوده. دیروز پنجشنبه آخرین روز طرح ادعا علیه دونالد ترامپ بود و امروز وکلاش از او دفاع خواهند کرد. مهنوش پورزیایی از واشنگتن گزارش می‌دهد. در پایان 3 روز استیضاح و طرح شکوایی، مدیران مجلس نمایندگان آمریکا که نقش دادستان را در محاکمه دونالد ترامپ دارند، حجت تمام کردند. تصاویری از این دست در کنار مواضع رئیس جمهوری سابق آمریکا در بی‌دفاع گذاشتن کنگره، آن هم زمانی که عاملان حمله به دنبال کشتن سیاستمداران بودند، اساس حجت دموکرات هایی بود که در روز سوم در صحنه علنی سنا پشت تریبون رفتند. که دونالد ترامپ آمدانه حامیانش را تحریک کرده و خطی پررنگ حرف رئیس جمهوری سابق را به عمل حامیانش در حمله به کنگره و تسخیر آن متصل کرده است. این واقعیت که او مانع حمله نشد، که محرک حمله غیرقانونی شد و از وظیفه‌اش در دفاع از ما سر باز زد، این واقعیت که او پیشتر رفت و شورشیان را با حمله به معاون خودش بیشتر برانگیخت، آن هم زمانی که آدمکش‌ها در همین کنگره به دنبال او بودند، اینها محکومیت و رد صلاحیت آقای ترامپ را واجب می‌کند. دموکرات‌ها تأکید داشتند که تلاش آنها حذف رقیب سیاسی و انتقام‌گیری نیست، بلکه جلوگیری از تکرار واقعی است که آمریکا را تکان داده. اگر امروز این از نظر شما جرم سنگین و سوء رفتار محسوب نشود، معیار بسیار بدی را برای سوء رفتار رؤسای جمهوری آمریکا بنا گذاشته اید. از 50 سناتور جمهوری خواهی که رأیشان سرنوشت استیضاح را مشخص می کند، عده‌ای از نشان دادن بی‌علاقگی به روند استیضاح ابایی نداشتند. نیمه اول روز سوم استیضاح، صندلی 10 تا 15 سناتور جمهوری خواه خالی بود و به گفته خبرنگاران حاضر در محل، بسیاری از حاضران هم علناً سر خود را با کار دیگری چون روزنامه خواندن گرم می کردند. دموکرات‌ها برای محکوم کردن دونالد ترامپ به 17 رأی از میان همین سناتورها نیاز دارند. امروز نوبت وکلای آقای ترامپ است که گفتند بیش از 1 روز وقت سنا را برای دفاع از او نخواهند گرفت. حرفی که به اطمینان تیم حقوقی رئیس جمهوری سابق از بی‌نتیجه ماندن تلاش دموکرات‌ها برای محکوم کردن او حکایت دارد. مهنوش پورزیایی، BBC، واشنگتن.
از اعتراضات میدان تحریر قاهره و سقوط دولت حسین مبارک در مصر 10 سال گذشته. رویدادی که خاورمیانه را دیگرگون کرد و خیزش‌های دیگری را در منطقه به دنبال داشت. ولی آنهایی که به قدرت مردم برای تغییر مصر چشم دوخته بودند، حالا ناامید شدند. نظامی‌ها دوباره قدرت را در مصر قبضه کردند و حکومتی سرکوبگرتر از دولت مبارک روی کار آمده. جرمی بوئن نگاهی انداخته به مصر 1 دهه بعد از سقوط حسنی مبارک. شبی که حسنی مبارک از قدرت کنار گرفت و میدان تحریر قاهره خروشید، برای آنهایی که آنجا حضور داشتند فراموش نشدنی است. 18 روز اعتراض و به جان خریدن خطر کافی بود تا رئیس جمهوری که مادام العمر به نظر می رسید را برکنار کنند، کسی که 3 دهه بر تخت نشست. مردم یک حکومت پلیسی بیرحم و یک حاکم مستبد رو که در ظاهر همه چیز رو کنترل میکرد تونستن ساقط کنن. دستاورد این مردم خاورمیانه رو تغییر خواهد داد و تغییر داد. ولی نه آنطور که مردمی که فردای آن روز با جارو کشیدن نمادین میدان تحریر میخواستن کشورشان را پس بگیرند آرزو داشتند. محمد سلیمان که این روزها یک تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن است، یک جوان معترض 19 ساله بود. ما موفق شدیم. این لحظه ای از تاریخ بود که مردم عرب بالاخره تونستن آزاد باشن و سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن. ولی انقلاب مصر رهبر نداشت و جریان‌های قدرتمندتر این مشکل را نداشتند. محمد مرسی، نامزد جنبش اخوان المسلمین برای پست ریاست جمهوری، نظامی‌ها را شکست داد. از آنجا که مصر با بحران دست به گریبان بود، ژنرال‌ها در سال 2013 قدرت را بار دیگر قبضه کردند. در 7 ماه آینده دست کم 2500 نفر که اغلب از طرفداران اخوان المسلمین بودند کشته شدند. دو سه دقیقه پیش به دیوار بالای سر ما شلیک می‌کردند. اینها نشانه خطرناک بودن خیابان‌های قاهره و دوپاره شدن جامعه مصر. رئیس جمهوری عبدالفتاح سیسی که یک ژنرال ارتش بود، 10,000 مخالف رژیمش را زندانی کرد. از جمله چند عضو این خانواده که بیشترشان از فعالین حقوق بشر هستند. علا عبدالفتاح در زندان‌های سیسی بارها شکنجه شد. او همراه خواهرش سنا کماکان در زندان هستند. وقتی سنا بازداشت شد، خواهرش مونا این تصاویر را از لحظه بازداشتش در اینترنت پخش کرد. هر دو کتک خوردند. مادرشان لیلا سویف میگوید شرایط برای هزاران شهروند مصری از این هم بدتر است. حتی بدتر از حسنی مبارک؟ بله، بسیار بدتر از دوران حسنی مبارکه. همه این اتفاقات در دوران مبارک هم اتفاق میافتاد، ولی حالا حجم آنها قابل مقایسه نیست. کشورهای غربی باید چیکار کنند؟ میدونم که رهبران غربی سعی میکنند به مردمشون بقبولانند که تنها راه تامین ثبات در خاورمیانه حمایت از همین رژیم هاست. این فقط بهانه است و حقیقت نداره. مردم بریتانیا باید حکومتشون رو وادار به پاسخگویی کنند که چرا به جای حمایت از مردم در حال تامین منافع شرکت‌های انرژی و اسلحه است. در مصر و بسیاری از کشورهای خاورمیانه میلیون‌ها نفر از ناملایمات 1 دهه گذشته خسته‌اند و دیگر انقلاب نمی‌خواهند. آنها کار می‌خواهند. جوانانی که در صف جلوی انقلاب بودند حالا از فساد و سرکوب و بیکاری عصبانی‌اند. 1/3 جوانان زیر 30 سال مصر بیکارند. دردهایی که موجب بروز انقلاب شد هنوز به قوت خود باقی‌اند، ولی امید آن روزها در هم شکسته شده. تاریخ نشان داده که سرکوب نتیجه می دهد تا وقتی که ناامیدی بر ترس غلبه نکرده. جرمی بوئن، BBC نیوز. کرونا به شکل‌های مختلف زندگی ما رو دگرگون کرده، اما روی کسانی که به دنبال پیدا کردن عشق و یاریابی هستند تأثیر کمی گذاشته. دانیلا ریلف سراغ کسانی رفته که به شیوه مجازی دنبال عشق زندگیشون می‌گردن. در انتظار ظاهر شدن عشق ندیده و نشناخته، با جان آشنا بشید. درسته که قرارشون مجازیه، ولی خالی از دلهره هم نیست. و اینم پیپره. سلام، همه چی خوبه؟ من خوبم، مرسی.
خودت خوبی؟ اونا از طریق یه سایت عشقیابی همدیگر رو پیدا کردند. تو قرنطینه غذاهای جالب میپزی؟ آشپزی میکنم ولی گوردن رمزی نیستم. قرارهای مجازی مثل این دارن به یه امر عادی تبدیل میشن. در یه سال گذشته ترافیک سایت‌های عشقیابی بالا رفته و خیلی از اپ‌های موجود امکانات قرار مجازی رو به خدماتشون اضافه کردن. تو قرار حضوری میشه احساسات رو حس کرد. ولی تو قرار مجازی فقط بعضی‌هاشون رو میشه فهمید. اینجوری وقت زیادی از هر دو طرف تلف نمیشه. سایمون و شایا در دوران محدودیت‌های کرونا به هم رسیدن. قبل از اعمال محدودیت‌ها در اوایل بهار چند ملاقات داشتن و با قرارهای مجازی ادامه دادن و در نهایت در اواخر زمستان با هم ازدواج کردند. عاشق شدن در این دوران خیلی سخته. فکر می‌کنی یه قدرتی در عشق شما باشه؟ فکر می‌کنم یه قدرتی در شرایط سخت نهفته است که به ما کمک کرد که تو این شرایط پشت و پناه هم باشیم و با سختی‌های زندگی در آینده هم روبرو بشیم. خیلی از این سختی ها رو دیدیم و جون سالم به در بردیم. برگردیم به جان و پیپر. میخوای دوباره با جان قرار بذاری؟ همه چیز خوب پیش رفت. پسر خیلی دوست داشتنیه. ولی فکر نکنم دوباره قرار بذاریم. فکر نکنم مشترکات زیادی داشته باشیم. پیپر دختر خوبی و از صحبت کردن باهاش بدم نمیاد. دختر جذابیه. پیدا کردن عشق در دوران محدودیت های کرونا آسان نیست. دانیل رالف، BBC News. شما میخوام یادآوری بکنم که برنامه‌های تلویزیون بی بی سی فارسی رو از این به بعد با وضوح بالا و به صورت HD میتونید از ماهواره هاتبرد ببینید. اگه تا به حال برنامه‌های بی بی سی رو از طریق ماهواره هاتبرد تماشا میکردین، فقط کافیه که یک بار کانال رو حذف کنید و بعد دوباره اضافه بکنید. به این ترتیب پخش برنامه‌های تلویزیون بی بی سی با کیفیت عادی در ماهواره هاتبرد متوقف شده، اما برنامه‌های ما با شفافیت بالا از این ماهواره در آدرس قبلی ادامه داره. فرکانس های بی بی سی فارسی روی ماهواره هاتبرد هست 13 درجه شرقی، ترانسپوندر 81، فرکانس 12322 مگاهرتز، پولاریزاسیون افقی و سیمبول ریت 27500. البته برنامه های ما از طریق ماهواره های دیگر کماکان به حالت قبل در دسترس هست، اما روی ماهواره هاتبرد HD شدیم. بعضی از بینندگانمون هم بهمون گفتن که تصویر HD رو بدون صدا دریافت میکنن. کارشناسان فنی ما دارن به این مشکل رسیدگی میکنن و پیشنهاد میدن که یک بار از کانال BBC خارج بشین و بعد دوباره برگردین. احتمال داره که این مشکل رفع بشه. ممنونم از همراهیتون با ما در تلویزیون فارسی BBC.